به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده و مهربان. یه پادشاهی جایزه بزرگی رو برای هنرمندی میذاره که بتونه به بهترین شکل آرامش رو به تصویر بکشه. نقاشای خیلی زیادی آثار خودشون رو به قصر میفرستن. اونا تابلوهایی میکشن که توش تصاویری بود از جنگل به هنگام غروب، رودهای آرام، کودکانی که تو خاک بازی میکردن، رنگین کمان تو آسمون، قطرات شبنم روی گلبرگ گل سرخ و از این قبیل نقاشی ها. پادشاه تمام تابلوها رو بررسی کرد، اما آخر سر فقط دو تا اثر رو انتخاب کرد. اولی تصویر دریاچه آرامی بود که کوههای خیلی بزرگ آسمون آبی رو تو خودش منعکس کرده بود. تو همه جاش میشد ابرهای کوچیک و سفید رو دید و اگه دقیق دقت میکردیم گوشه چپ دریاچه خونه کوچیکی قرار داشت. پنجرش باز بود، دود از دودکش اون بلند شده بود و نشون میداد که یه شام گرم و نرمی آماده است. تصویر دوم هم کوها رو نمایش میداد، اما کوها ناهموار بودن، قله‌ها تیز و دندونه‌ای بودن، آسمونم بالای کوها به طور بی‌رحمانه تاریک بود و ابرها آماده بودن تا یه رعد و برق ایجاد بکنن و تگرگ و باران سیل‌آسایی رو را بندازن. این تابلو با تابلوهای دیگه‌ای که برای مسابقه فرستاده بودن اصلا هماهنگی نداشت، اما وقتی آدم با دقت به تابلو نگاه می‌کرد تو بریدگی یه صخره جوجه پرنده‌ای رو میدید. اونجا وسط قرش وحشیانه طوفان یه جوجه گنجشکی آروم نشسته بود. پادشاه درباری‌ها رو جمع کرد و اعلام کرد که برنده جایزه بهترین تصویر آرامش این تابلو دوم است. بعد توضیح داد که آرامش اون چیزی نیست که در یه جای بی سر و صدا، بی مشکل، بدون کار سخت پیدا بشه. آرامش چیزیه که اجازه میده در میون شرایط سخت آرامش در قلب ما حفظ بشه و این تنها معنی حقیقی آرامشه. آرامش حقیقتاً رسیدن به این آرامش امکان نداره مگه اینکه ما با اعتقاد و ایمان محکم به قدرت خدا و اینکه پی ببریم که قدرت مطلق فقط خداست میتونیم این آرامش رو به قلبمون بیاریم و پستی و بلندی و طوفان‌های زندگی رو با همین آرامش پشت سر بذاریم.